ایستگاه شهر جدید هشت بزرگترین ایستگاه متروی روسطحی کشور هستش با 22,000 بله همین تصویرش هستش با 22,000 متر مربع مساحت ایستگاه. خود محوطه 25 هکتار هستش که تمام کارکردهای مربوط به حمل و نقل درش پیش بینی شده. یه پلازا داره جلوی تیکت هال، محوطه سازی گسترده، ایستگاه حمل و نقل خاص برای تاکسی، برای اتوبوس پیش بینی شده و همچنین پارکینگ وسایل نقلیه خصوصی داریم، ماشین ها بیان پارکن راید بکنن. حدود 2.6 هکتار الان 1,000 تا ماشین شخصی میتونن اونجا پارک کنن و از خدمات مترو بهره مند بشن. در نهایت چقدر ظرفیت پارکینگ پارکینگ 4,000 تا ما پیش بینی کردیم که بتونیم تامین بکنیم، چون این ایستگاه منطقه‌ای هستش آقای دکتر. علاوه بر شهر جدید هشت‌گرد، آبیک، نظرآباد، خود هشت‌گرد قدیم و منطقه ساوش بلاق کاملا پوشش خواهد داد و باعث توسعه منطقه خواهد شد. حدود 400,000 نفر جمعیت دارد. خواهش میکنم بفهم آقای دکتر. این هم اهمیت موضوع احداث این خط ریلی هستش. ما روزانه 220,000 تردد داریم از آزادراه کرج به تهران. بخشی از این تردد حمل و نقل شخصی هستن، آلودگی رو وارد شهر تهران میکنن در مواقع اضطراری. هر چقدر بتونیم از سفر رو از ریل، از جاده به سمت ریل هدایت بکنیم، قاعدتاً باعث بهبود کیفیت محیط زیست شهر تهران و کرج هم میتونیم بشیم. بله آقای دکتر، این کل طرح‌های ریلی هستش که ما در سطح شهرهای جدید کشور در حال اجرا داریم. 25.8 کیلومتر که متعلق به هشت‌گرد بوده اجرا شده، 138 کیلومتر در حال اجرا داریم در اصفهان، بهارستان، مجلسی، فولادشاه و گلبهار مشهد. در شرف اجرا 24.7 کیلومتر که قطار پردیس خواهد بود، انشاءالله امسال با حمایتهایی که دولت کرده بتونیم شروع عملیات اجراییش رو داشته باشیم و 33 کیلومتر برای دو شهر صدراب شیراز و سهند به تبریز در حال مطالعه داریم. ما پیشروترین قطارمون قطار بهارستان هستش، انشاءالله تا پایان دولت 12 اینا به افتتاح میرسونیم. پرند البته دستگاه اجرایی شهرداری هستش، سایر موارد خب در مراحل بعدیمون هستش، ولی بهارستان انشاءالله در دولت 12 به نتیجه میرسه. به نام خداوند بزرگ و با توسل به ارواح طیبه پیامبر و ائمه هدا علیهم السلام، خط آهن برقی هشت‌گرد به تهران رو افتتاح میکنیم علی برکت الله.